حضور فرد فرد شما بینندگان ارجمند با سلام و سپاس حضرت حق و با سلام و صلوات حضرت حق به روان پاک اشرف انبیا، با سپاس فراوان از شما بینندگان ارجمند برای همراهی و همکاری و تحمل این برنامه ها، توفیقی حاصل شد که ساعت دیگری به صورت زنده و مستقیم به خانه های شما اذن ورود پیدا بکنیم. در جلسه گذشته سخنانی که برای شما ایراد شد بیش از حد معمول مورد لطف و عنایت شما قرار گرفت و از این لحاظ بسیار شادمان هستیم و در همین مسیر سعی می‌کنیم که برنامه ها رو ادامه بدهیم. چند سوال در ارتباط با برنامه های گذشته مطرح شده و چند توضیح داده شده که اگر فرصت بشه بحث جلسه قبل رو که نیمه کارمان به پایان ببریم و به پاسخ این سوالات بپردازیم، ولی در رأس همه این برنامه ها دوست جدیدی ما پیدا کردیم که روی تمام برنامه های یوتیوب ما، میدانید که ما برنامه هامون رو، اونهایی رو که به صورت مستقیم پخش میشه، علاوه بر جادو و جی ال ویز و تی وی باکس و فیسبوک، روی یوتیوب هم به صورت زنده پخش میکنیم و یا اینکه بعد از پخش روی یوتیوب مجدداً اپلود میشه و اصطلاح برقرار میشه، اونجا دو مرتبه گذاشته میشه. دوستی اخیراً به ما پیوستن در بین بینندگان ما و هر برنامه‌ای که از یوتیوب پخش میشه یک توضیح کلیشه‌ای زیر اون اضافه میکنن که من و اجرا کننده های دیگر عوامل جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان سپاه هستیم و برای اینکه توجه مردم رو از مسائل مهم روز منحرف کنیم این برنامه ها رو پخش میکنیم. خواستم فقط به عنوان رعایت آزادی بیان اونهایی هم که ندیدن این توضیحات رو بشنوند که چنین توضیحاتی هم در مورد برنامه های ما داده میشه و توفیق ایشان رو هم از خدا آرزو میکنم. دوست دیگری در مورد کمک های انسانی که توسط مؤسسات خیریه‌ای که ما مسئولیت اون رو قبول کردیم در افغانستان انجام میشه اظهار نظر کردند که این نوع کمک ها مثل حفر چاه یا بقیه تأسیسات رفاهی که در هر کشوری انجام میشه قبل از اون بایستی که اینها به وسیله گروهی انجام بشه که بتوانند در اونجا ایجاد امنیت کنند، یا به بیان دیگر تا امنیت نباشد این اقدامات رفاهی مؤثر واقع نمیشود. ممکن است که این اقدامات رفاهی اگر در یک جامعه ای که امنیت در اون جامعه باشه انجام بشه صدها برابر اثرش بیشتر باشه و بقیه مردم هم کمک کنند و بپیوندند به این حرکت. به طور قطعی و منطقی در جاهایی که امنیت نیست یک مقداری از کمک هایی که میشه هدر میره، یک مقداری به تعویق میفته، یک مقداری تخریب میشه. همه اینها رو من میپذیرم، ولی در عین حال ما با پروژه ساختمانی طرف نیستیم، ما با پروژه حفر چاه طرف نیستیم، ما با چندین هزار کودک و
افراد دیگر در ارتباط هستیم که جان اینها بستگی به شرب همین آب داره که از چاهای آب برخوردار میشن و استفاده میکنند. ممکن است که از نظر تئوری فرمایش این دوست ما درست باشه و همیشه هم فرمایشاتشون درسته و توضیحشون هم بسیار مهمه، اما باید ما مراقب باشیم که این توضیحات ممکن است باعث دلسرد شدن مردم بشود و مردم فکر کنند خب الان که در افغانستان جنگ‌های داخلی شروع شده و شدت پیدا میکنه، حفر چاه دیگه چه معنایی داره؟ اصلا مگه کسی اونجا جرأت میکنه که چاه حفر کنه که کمک بشه یا نشه؟ اینجور اندیشه ها و اینجور فکرها در واقع همون چیزی است که برای از بین بردن جرأت ملی و برای ایجاد ناامنی بیشتر ممکنه خدای نکرده مؤثر باشه. با همه سختی هایی که وجود داره و همه دشواری هایی که وجود داره، امر به معروف و کار به معروف رو هر دو باید در جامعه همزمان پیش برد، هم تئوری های اخلاقی و هم کارگاه های اخلاقی رو در جامعه مورد نظر قرار داد. با همه خشونت هایی که در افغانستان وجود داره، جنگ های طایفه‌ای، جنگ های زبانی، جنگ های قومی، دخالت کشورهای همسایه و بسیاری از عوامل منفی دیگری که وجود داره، یک اصل رو ما به عنوان حاصل کار بررسی میکنیم و به اون نگرش داریم. اون این است که آخرین آماری که سرپرست این پروژه ها در افغانستان به دفتر هامبورگ ما گزارش کرده این است که در حال حاضر حداقل تعداد افرادی که روزانه از این چاه هایی که مرمت شده یا حفر شده یا موتور روی اونها نصب شده یا منبع آب روی پشت بام گذاشته شده و آبرسانی شدند، به هر حال قابل استفاده شدند، در 12 ماه گذشته یا در 13 ماه گذشته که از فعالیت‌های ما در اونجا می‌گذره، تعداد 27,000 نفر در روز از این آب‌ها، از این چاه‌های آب استفاده می‌کنند و در واقع حیات خودشون رو مدیون شرب آبی هستند که از این چاه ها استفاده میشه. یعنی با همه ناامنی هایی که وجود داره، با همه خطراتی که وجود داره، خطر رو من و شما با $100، $200، $1,000 پول دادن، این خطر رو ما قبول نمی کنیم. خطر رو اون جوان مردانی قبول می کنن که زیر رگبار مسلسل با کلنگ چاه حفر می کنن و آب تولید می کنن و آب بیرون می آورن و به افراد بی بضاعت، افراد پیر، افراد ناتوان، افرادی که راه دور نمیتوان بروند، افرادی که یک روز تحمل تشنگی ندارند و از این دنیا میروند، کودکانی که بسیار نحیف و ضعیف و آماده گرفتن هر نوع بیماری هستند و اگر آب به بدن اونها نرسه، سیستم مغزی و سیستم فکری اونها از کار میفته و نهایتا هلاک میشن. اون کسانی در واقع ما بهشون بدهکار هستیم که این چاه‌های آب رو حفر میکنن در اون شرایط خطرناک، در اون شرایطی که امنیت درش نیست. ما که اینجا زیر ایرکاندیشن نشستیم، نهایتا از درآمدمون یک چیزی آخر ماه اگر اضافه بیاد $10,000 حقوق میگیریم یا درآمد داریم، حالا $50، $40، $10، $30ش هم میدیم برای حفر چاه و خطری متوجه ما نیست. خطر متوجه همون $30-$40 است که ما میپردازیم. اما اون کسانی که جان و خونشون رو در گرو این کار میگذارن، همونطور که عرض کردم، در فضای ناامن، در محیط ناامن کاری میکنن که هر لحظه ممکنه ترکش یک تیر یا یک اسلحه‌ای جان اونها رو بگیره، در این شرایط حفر چاه میکنن و آب تولید میکنن و به فرزندان و خواهران و مادران من و شما وسیله شرب و تغذیه رو فراهم میکنن.
باید دستهای این افراد رو بوسید، از هر ملیتی که هستند و هر کجا که هستند. این پاسخ کوتاه من به توضیح و تذکر اون دوست ارجمندی است که به وجود امنیت اشاره کردن، ولی ای کاش که به این موضوع هم اشاره می کردن که امنیت شرایط ما رو بهتر می کنه، اما عدم امنیت نبایستی که مورد باعث جلوگیری از کمک های انسانی بشه. ما باید سرباز باشیم. جهاد اصلا معنیش همینه. جهاد آدم کشتن و خون ریختن یا خون خود یا دیگری ریختن نیست. این رو به دروغ به ما اینطور گفتن. جهاد یعنی جهد کردن، صبر کردن، تجهیز کردن، تدارک داشتن در مقابل مشکلات، در مقابل سختی ها. وقتی ما این همه سختی میبینیم نباید میدان رو خالی کنیم. باید که جهاز تدارک رو تطبیق بدیم. باید که خودمون رو قوی تر بکنیم. بایستی که تکنیک و تکنولوژی بهتری به کار ببریم. مثلا اگر در جایی کوهستانی است و برق به اونجاها نمیرسه، امروز با تکنولوژی خیلی آسان و قابل دسترسی روی این چاه‌ها یک مقداری از این الوار الکترونیکی که فوتو الکتریک رو دریافت میکنه نصب میکنند، به اصطلاح برق آفتابی میگیرند یا الکتریسیتی آفتابی میگیرند و با اون الکتریسیته موتور چاه رو به حرکت در میارند. منظور من این است که ما میتوانیم که بالا سر یک چاهی قرار بگیریم، بگیم اینجا سنگیست نمیشه کند، یا اینجا بالای کوه دیر با آب میرسه، یا این دورش جنگ امنیت نداریم. همه اینها میتواند که ابزار و بهانه های خوبی باشه برای خدمت نکردن. مثل اینکه یک سربازی بگوید من به جنگ و دفاع از کشورم نمیرم به خاطر اینکه خیلی جنگ خطرناکه. خب جنگ خطرناک هست، ولی همیشه یک عده‌ای باید جانشون رو به کف بگیرند و برای حفظ جان دیگران جانبازی کنند. اصلا ملت یعنی همین، جامعه یعنی همین، قبول مسئولیت و قبول حفظ استقلال ملیت ها بر اساس همین جانبازی ها و جهاد هاست. حالا یک وقتی جهاد در میدان جنگ، یک وقتی جهاد در میدان اقتصاد، در میدان اخلاق، در حفر چاه، در تهیه آذوقه و رزق برای مردم بیچاره و بیپناه و آوار است. ما در مقابل رگبار مسلسل و رگبار تیر هم باید به خدمت خودمون ادامه بدیم و نباید به دشمن این شوق و نشاط رو بدیم که شادی کنه که در دل ما وحشت ایجاد کرده و با ایجاد محیط ناامن جلوی پیشرفت و جلوی اخلاق و انسانیت و وابستگی ما انسانها رو گرفته. ما باید نشان بدیم به دوست و دشمن که در هر شرایطی، هر چقدر هم دشوار و خطرناک باشه، ما به حرکت خودمون برای کمک به نوع بشر در حد امکان و توان هم خودمون در این کار مشارکت میکنیم و از سرمایه شخصی خودمون در این کار میگذاریم و هم دیگران رو تشویق میکنیم که این کارهای مفید رو به صورت جامعه و به صورت دست جمعی انجام بدن. دوست دیگری در توضیحی که در فیسبوک نوشتند به بنده توصیه کردند که به کار افغانها فضولی نکن و مراقب کار خودت باش، یا به عبارتی دیگر مربوط به مسائل مربوط به ملیت خودت رو حل بکن و به کار ما افغانها کار نداشته باش. البته نظر ایشان هم محترم است و هم معتبر و من برای فرمایش ایشون هم اعتبار قائلم، هم احترام قائلم، اما نمیدانم که آیا ایشان اجازه دارند که از طرف فعلا تا اینجا 27,000 پیر مرد و پیر زن، زن جوان و زن پیر، زنهای بی سرپرست، کودکان در به در و آواره و یتیم
و کسانی که فاقد پدر و مادر هستند و افرادی که قرآن به اونها ابن سبیل میگوید، مسکین میگوید، یتیم میگوید، درمانده میگوید و ما رو موظف میکند که به اونها کمک کنیم. و قرآن میگوید اگر کمک هایی که لازم بوده کردی و دیگه حسابت پاک شده با خدا، اگر خواستی به خدا قرض بده، قرض الحسنه به خدا بده، خدا قبول میکنه که بدهکار تو باشه. متعهد میشه خدا که چندین لایه بیشتر قرضی که به خدا میدی به تو بازگرداند. اگر احسان کردی، اگر انفاق کردی، اگر صدق کردی، اگر نذر و نیاز کردی، اگر تمام پرداختهای زکاتی رو پرداخت کردی و الان هیچ بدهی دیگری نداری، اگر خواستی به خدا قرض بده. یعنی دامنه کمک به هم نوع صرف نظر از ملیت و قومیت و طایفه و زبان و حتی دین، هیچ کجای قرآن ننوشته که احسان رو فقط به مسلمان احسان کنید، زکات فقط به مسلمان بدهید، انفاق فقط به مسلمان بدهید. نداریم چنین چیزی در قرآن. رسول اکرم رو در قرآن رحمت عالمین معرفی میکنه خدا، گوید این شخص رو من آفریدم که رحمت باشد، یعنی صفات رحمان و رحیم از طریق او به عالمیان تسری کند، به انتقال پیدا بکند و باعث ایفاد خیریات احسان و رحمت به جمیع جامعه بشر بشود، به عالمین بشود. رحمت عالمین است او به مسلمان و به باورمنده به محمد. کار انسانیت ختم نمی شود. و این بیننده‌ای که سفارش کردند که من از فضولی در کار افغان‌ها دست بکشم و به کار خودم بپردازم، کار من همین کار است و من برخلاف نظریه ایشان اقدامات خودم رو نه دخالت می دانم نه فضولی، و به ایشان هم حق نمی دهم که از طرف تا به امروز 27,000 انسان که از خدمات ما برخوردار هستند در افغانستان از طرف اونها نمایندگی داشته باشند و از طرف اونها به ما بگویند که حفر چاه رو متوقف کنیم، آبرسانی رو متوقف بکنیم و از موضوع افغانستان خارج بشیم و به کار افغانها دخالت نکنیم. من تصور میکنم که این نوع نگرش ها باید اصلاح بشه و ما نبایستی که گناه کرد در بلخ آهنگری به ششتر، به شوشتر اون طرف ایران زدن گردن مسکری، مسکر رو گرفتن، گردنش رو بریدن، گفت که قبل از اینکه ببرن گردنش رو، چرا میخواید منو گردنم رو ببرید، منو اعدام کنید؟ گفتن برای اینکه یک آهنگری در بلخ اون زمان یک گناهی کرده که در خور مجازاته، تو هم کارت شبیه به اونه، مس هم مثل آهنه، حالا اون با پتک میزنه روی آهن و توی کوره آهن رو میگذاره، تو مس رو جور دیگه گرم میکنی و قلب دورش میمالی و با یک چکش کوچک کار میکنی، ولی نوع کارتون یکی، هر دو با فلز کار میکنید و هر دو با آتش کار میکنید. پس معلوم شد که چون کار تو شبیه اون کار آهنگر هست، بنابراین اگر ما دسترسی به اون آهنگر نداریم در بلخ که گناهکار است، تو که در شوشتر زندگی میکنی و هزاران کیلومتر با اون فاصله داری، کارت چون شبیه اونه با فلز کار میکنی، باید گردن تو رو بزنیم که در واقع او رو تنبیه کرده باشیم و عدالت برقرار شده باشه. نامه این دوست، تذکرشون در فیسبوک، من رو یاد اون منطق بلخ میاندازد که گناه کرد در بلخ آهنگری، به ششتر زدن گردن مسکری. ممکن هم هست کسانی به افغانستان کمک میکنند و مقاصد سیاسی دارند،
آشوب‌های سیاسی رو به پا می‌کنند یا در بعد فعالیت‌های سیاسی جهانی هستند، خرید و فروش مملکت می‌کنند. ما رو اونجاها نبرید، ما لیاقت اون کارها رو نداریم، ما هنوز به مقام شامخ دخالت در امور سیاسی و وطن فروشی و این کارها رو پیدا نکردیم و این لیاقت رو در انحصار همون کسانی قرار میدیم که به این کارها مشغول هستند. ما خیلی خرده پا هستیم، ما در سطح خیلی پایین با 1000 دلار، با 2000 دلار یک چاه رو از پایه و ریشه حفر میکنیم و روی اون موتور میگذاریم، تلمبه برقی میگذاریم، منبع درست میکنیم. ما در این جور کارها هستیم، ما مسگر هستیم، در شوشتر هم هستیم، ما آهنگر نیستیم، در بلخ هم نیستیم. ما رو به گناه آهنگر بلخ، مسگر رو در شوشتر به گناه آهنگر بلخ مجازات نکنید و بعد هم از طرف مردم وکالت نکنید و نیابت نکنید و الا خدایی نکرده شما هم به این روش اگر جلو بروید در آینده تبدیل به ولی می شوید از انواع مختلف و زندگی شما تیر و تار می شود. دوست دیگری در توضیحاتی که برای من فرستادند فرمودند که خدا فاعل و مفعول ندارد. خیلی این جمله ایشان کوتاه و نامفهوم بود، ولی با همون کوتاهی و نامفهومی یک مفادی ازش زاییده می شد و به دست می آمد که به گمان من در مورد اون باید گفت که این بیننده ممکن است که در برداشت مفهوم فاعل و مفعول دچار محدودیت برداشت شده باشند و معنی کامل این دو واژه رو عنایت نکرده باشند. ما وقتی میگوییم که خدا دارای فعلیت است، فعلیت خدا مربوط به این نمی شود که خدا در یک زمانی فاعل نیست و در یک زمانی شروع به فعل می کند، شروع به فعالیت می کند. ما فعل رو اینطور می شناسیم، یعنی یک نیروی در استعداد و قوه قرار داره و در یک مقطعی تحت یک شرایطی این نیرو از قوه خارج میشه و تبدیل به فعل میشه، یعنی از قوه و از یک نیروی مستعد تبدیل به یک نیروی میشود که دارای فعلیت و دارای تعامل است. به این ترتیب اگر بگوییم که خدا هرگز دارای فاعلیت منقطع نیست، ممکن است درست باشد، اما اگر بپذیریم که خدا در فعلیت دائم و بیوقفه است، همین که خدا میگوید که انی نفخت فیه من روحی، به درستی و به قاطعیت من از روح خودم در تو نفس میکشم، این اشاره به انجام یک فعل دائمه. یا وقتی خداوند در قرآن میگوید که من به درستی جائلون خلیفتن فی الارض، در حال ایجاد کردن، جعل یعنی ساختن، مرحله بعد از خلقت، یعنی یک نمونه ای از یک چیزی می سازند، اون نمونه رو مرتب تکرار میکنند. بشر نمونهش رسیده به جایی که انسان شده مثل من و شما، از مراحل آمیب و سلول و
ترکیبات کوچک گذشته، جماد شده، نبات شده، حیوان شده، تغییرات و تحولات پیدا کرده به شرح سوره انسان در قرآن و بالاخره به جایی رسیده که خدا و قرآن به او انسان معقول و مسئول نام می نهد. از اینجا تاریخ انسانیت و آدمیت در قرآن شروع می شود. و این انسان معقول و مسئول نمونه و الگوی کار خداست که در واقع با قوانینی که در کروموسوم ها قرار داده و اینها در نطفه زن و مرد وجود دارند، در واقع یک پروگرام، یک سافتویر، یک برنامه با اندکی تفاوت‌های ریاضی برای نوع بشر خداوند وضع کرده و اسم این کار رو میگذارد جعل. جعل یعنی یک چیزی ساخته شده باشه یا به قول اینجایی ها پروتوتایپی وجود داشته باشه که از روی اون الگو مرتب کپی میکنن و مرتب الگو میسازن. این اگر فاعلیت نیست چیست پس؟ که نی جاعلون خلیفتن فی الارض، من به ملائکه ها میگوید خدا که من میخواهم که یک انسانی جعل بکنم، نوع انسانی جعل بکنم، بسازم بعد از خلق. چون خلقت نیست دیگه، جعل آمیختن عوامل موجوده، یک نوع تجهیزه در مقابل بدعت. و خدا میگوید که من این الگو رو درست کردم و این الگو نوعاً موجودی است که نسبت به من دارای درجه خلافت هست و من میخوام او رو بیافرینم، جعل کنم. آفریدم ذرات او رو، اجزای پراکنده او رو، برنامه ساختمان او رو، حالا میخوام ساختمانش رو شروع بکنم. و بقیه داستانی که یکی دو مرتبه هم گفتیم داستان بسیار شیرینی هست، باز هم تکرار خواهیم کرد. عالم هستی تجلی وجود خداست. جز جز و ذره ذره آنچه که لباس هستی برتن کرده و نمایش هستی داره، اینها همه آثار خداست. وقتی که ما به اثر چیزی نگاه میکنیم، در درجه اول اثر رو میبینیم، بعد تجلی اون رو میبینیم، بعد تصویر او رو میبینیم، بعد فاصله ما با او از بین میره و در مرحله صلات با او قرار میگیریم، متصل به او میشویم، به وصال او میرسیم و در واقع با او ملاقات میکنیم به زبان قرآن. یعنی ما اول اثر میبینیم، متأثر میشیم از اون مؤثر و بعد تجلی او رو میبینیم. به هر چه نگاه میکنیم قدرت او رو در هستی میبینیم. هر فعل و انفعالی که در هستی انجام میشود دست او رو میبینیم و بعد تصویر او رو میبینیم که این عالم رو عکسی از او میبینیم. وقتی در آینه هستی نگاه میکنیم عکس خدا رو در این آینه میبینیم. از تجلی میگذرد به تصویر میرسد و از تصویر میگذرد و به ملاقات میرسد. و خداوند میگوید کسانی که الذین ملاق و کسانی که ملاقات میکنند با من. ملاقات کردن یعنی لقا دیدن، لقا یعنی صورت، یعنی از مرحله دیدن اثر و دیدن تجلی و دیدن تصویر به دیدن صورت میرسد، به دیدن لقای خدا میرسد. و اینها همه گفتارهای قرآنی است. بنابراین عالم هستی هم مفعولی است که اثر خداست، هم مفعولی است که عکس خداست، هم تجلی خداست و هم صورت و لقای خداست. ایجاد همه اینها دال بر فعلیتی است. هیچ فعلی در هستی انجام نمی شود مگر فاعل
اون فعل خدا باشد. نهایتاً ما فاعل هستیم، خدا هم فاعل است، اما فعلیت ما تابع قانون خداست. فعلیت خدا تابع هیچ قانونی نیست، فاعل من ما یشاء است. ما هرچه بخواهیم نمیتوانیم انجام بدهیم، ولی او قادر به انجام همه چیز است. فاعلیت او مطلق است، فاعلیت ما مقید و محدود و مشروط است. ممکن است فاعلیت ما با فاعلیت خدا تفاوت بکند و حتما هم همین طور است، اما ما نمیتوانیم بگوییم که خدا فاعل و مفعول ندارد، یعنی خدای فاعل و خدای مفعول. این دو هم درست است. یک خدا بیشتر نیست. خدایی که فاعل و مفعول در او ادغام است. ما وقتی که در رابطه علی به هستی نگاه میکنیم، هر جزئی از هستی رو معلول جزئی دیگر میدانیم. مثلا وقتی که ما روی دریا به بخار آب نگاه میکنیم، این بخار آب معلولی است. علت این بخار چیست؟ آب دریا. وقتی به ابر نگاه میکنیم، میبینیم همین بخاری که معلول آب بوده، علت وجود ابر شده. بنابراین ابر معلول هست، بخار علت است. بخار معلول است، آب علت است. رابطه علی یک زنجیره است که در هستی ادامه پیدا می کند. به خدا که می رسد، در واقع اونجا علت و معلول در هم ترکیب شده. هم در خدا علت وجود دارد، هم در خدا معلول وجود دارد. در اونجا علت و معلول به هم متحد می شند و به همین لحاظ است که اصل توحید پایه‌گذاری می شود. خدا هم فاعل است، هم مفعول است، اما فاعلیت و مفعولیت خدا از هم منفک و جدا نیستند، دوگانگی وجود ندارد. فعلیت خدا در فاعل و مفعول بودن در یک واحد متمرکز است و قابل تفکیک نیست. ولی وقتی از این چشمه فیاض خلقت الهی و بدعت الهی آب هستی سرازیر می شود، اون وقت علیت در اون جریان وجود دارد. در چشمه علیت وجود ندارد، در رودخانه علیت آغاز می شود و وقتی به دریا می رسد رودخانه، علیت پایان می گیرد و باز به وحدت می رسد. این است که بین چشمه، اگر بگوییم چشمه نقطه بدعت و مبدع خلقت و بهشتی است که در اونجا انسان آفریده میشه، یا چشمه او باشد و رودخانه این حیات دنیایی باشد که این مسیر رو ما طی میکنیم، گاهی از اوقات این رودخانه به کویر ختم میشه و به خشکسالی میرسه و به بخار میرسه و رودخانه میمیره، ولی واقعا نمیمیره، یا آره بخار میشه یا به زمین فرو میره، ارزش رودخانه ای خودش رو از دست میده. اما بعضی از رودخانه ها به دریا میریزند، اونها هم رودخانه بودن خودشون رو از دست میدهند، اما اونها تبدیل به دریا میشوند. رودخانه های دیگری هم هستند که شخصیت رودی خودشون رو از دست میدهند، اما اونها تبدیل به کویر میشوند. همه این اتفاقاتی که در هستی میافتد، هیچ کدام از این فاعل ها فاعل نیستند، بلکه قدرت ما یشاء فعلیت در خالق موجود و در خالق هستی است. هستی فی نفسه و منفک و مستقل از خدا نمیتواند که دارای فعلیت باشد. خواستم به صورت کوتاه به فرمایش این دوست محترم هم که اظهار نظر کرده بودند پاسخ کوتاهی داده باشم. دوست محترم دیگری در پیامی که فرستادند و تذکری که دادند، اظهار فرمودند که در برنامه‌هایی که ما در تلویزیون داریم و در مورد
اسماءالحسنا گفته ایم که اینها اسمهای خدا نیستند و خدا اسم ندارد. پس اگر این طور است، الله اسم چه کسی است؟ سوال بسیار بسیار جالبی است. امیدوارم که در دقایقی که برای بخش اول برنامه موجود است قادر باشم که به صورت مجمل و فهرستوار به فرمایش ایشون پاسخ بدهم. در سوره اخلاص می‌فرماید که در قرآن قل هو الله احد، بگو. حالا بعضی از دوستان میگویند که خدا به پیامبر گفته است که بگو، شاید که قرار نباشد که پیامبر هم به مردم بگوید که بگو. اگر خدا گفته است به او بگو که خب فقط باید بگوید. این یک نوع نگرشی است که بیشتر مورد قبول گروهی از متفکرین هست که فکر میکنم که سررشته‌دار اونها آقای دکتر عبدالکریم سروش باشند، که در یکی از سخنرانی هاشون اشاره کرده بودند که آقای قذافی سرپرست معزول و مقتول لیبی یک وقت اشاره کرده بوده که همه ی قول ها رو در قرآن باید برداشت، برای اینکه اینها دستوری است که خدا به رسول داده، رسول که نباید اون دستور رو به مردم بده. ولی اگر قبول بکنیم که رسول ادیتور نبوده، مونتاژ نمی کرده و هر چیزی که به اون می رسیده موظف بوده که بدون اظهار نظر و دخل و تصرف تلاوت کنه و منتشر کنه و نشر بده، اون وقت اون چرا که میشنیده یا اون چرا که دریافت میکرده، حالا اگر هم نمیشنیده بحثی روی اون نداریم، اون چرا که مفهوم او واقع میشده و مسئول میدانسته خودش رو در مقابل این مفهوم، که ما چون نمیتوانیم موصوف این دو صفت رو بشناسیم، بنابراین از طریق این صفات به صفات خدا هستند، نمیتوان خدا رو شناسایی کرد. بنابراین اینها صفات خدا هستند. ولی تنها این دو صفت هستند که دارای چنین خصوصیاتی هستند. تنها این دو صفت هستند که دارای این صفت هستند. یعنی وقتی ما میگوییم خدا احد است، ما هیچ چیزی شبیه به احد نداریم که بگوییم هان ما فهمیدیم که احد چیست. ما میفهمیم که رحمت چیست. نمونه های رحمت رو خیلی زیاد میتوانیم در هستی پیدا بکنیم. بنابراین نمیتوانیم رحمت رو به خدا تشبیه کنیم، چون خدا شناخته میشود. اما ما نمونه‌ای برای احد در هستی نداریم. درست است که احد صفت خداست، اما صفتی است که ما نمیتوانیم به اون صفت پی ببریم، چون در هستی نمونه دومی از احد وجود ندارد که ما بگوییم این احد شبیه اون احد است. نمونه دومی هم از صمد وجود ندارد که ما بگوییم این صمد شبیه اون صمد است. چون این دو صفت از نظر تشبیه و پی بردن به ذات صفت مفهوم انسان نمی شود، به عنوان صفات الهی پذیرفته می شود. بقیه چیزهایی که در قرآن در مورد او سخن گفته شده، همه اینها عبارتند از صفات آثار خدا که در فکر میکنم 6 ساعت یا 7 ساعت مقدمات برنامه اسماء الحسنا در مورد این موضوع حیاتی و مهم سخن گفتم، که ما اسم آثار خدا رو با اسم خدا نباید اشتباه بکنیم. آثار خدا
مفعول فعل خدا هستند، معلول علت وجود خدا هستند، مخلوق خدا هستند. اسماء الحسنا آثار خیرات خداست، آثار تأثیراتی است که از تفعیل خدا بر خلقت به وجود می آید. این صفات چون همه دارای معنی است، چون دارای معنی است و چون مفهوم انسان می شود، نمی توان این صفات رو به خدا اطلاق کرد. وقتی که خدا می گوید که الله رحمان و رحیم است، یعنی الله خالق رحمان و خالق رحیم است. رحمان و رحیم رو ما در عالم هستی میبینیم، در عالم شیء میبینیم، در عالم ماده میبینیم، اما احد رو شما نمیتوانید در عالم هستی و در عالم ماده تصور کنید یا ببینید، چون نمونه ندارد. صمد رو نمیشود که در عالم هستی مثال زد که مثلا صمد شبیه فلان چیز است. همچین چیزی در هستی وجود ندارد، چون هیچ چیز احد نیست که بتواند به واسطه احد بودن صمد باشد، و هیچ چیز صمد نیست که به واسطه صمد بودن بتواند احد باشد. احد واحد یکتاست و چون دو نمی شود، بنابراین تغییر نمی کند. چون از حالی به حالی تغییر نمی کند، بنابراین متحول نمی شود. چون با خودش غیریت پیدا نمی کند. ما وقتی 3 ساله هستیم تا وقتی که 90 ساله هستیم، دو موجودی هستیم که در اثر تحول به تغییر رسیدیم. یعنی غیریت وجود داره بین یک بچه 3 ساله و یک پیرمرد 90 ساله. این غیریت یعنی غیر هم هستند. اون بچه 3 ساله غیر از این پیرمرد 90 سال است، با وجودی که هر دو در یک جامعه و در یک کالبد و در یک جلد بودند، در یک قالب بودند، اما متحول شدند. چون متحول شدند متغیر شدند، چون متغیر شدند غیریت پیدا کردند، چون غیریت پیدا کردن تعدد پیدا کردن، چون تعدد پیدا کردن از احدیت خارج شدن و به تکثر و تعدد رسیدند. به این علت است که احد تغییر نمی کند، متحول نمی شود. و احدی که تغییر نمی کند و متحول نمی شود صمد می شود، که بی آغاز می شود، بی پایان می شود، بی زمان و بی مکان می شود، شامل بر هستی می شود اما جزء هستی نمی شود و تغییر نمی کند. قرار سخن به درازا رفت. ما در این سوره قل هو الله احد، الله الصمد، بعد از این قرآن احد و صمد رو تعریف میکنه، که این دوتا تعریفی که من برای شما کردم و خدا رو با این دو مشخصه معرفی کردم که اساس و شالوده فلسفه اسلامی از نقطه نظر وجود خالق در همین سوره کوتاه مستتر است و این بنیاد و پی و پایه بنای توحید و فلسفه توحید در دین اسلام است. میگوید خدا احد و صمد است. حالا احد و صمد یعنی چطور است؟ ما که هیچ نوع مفهوم و معنایی برای این دوتا نداریم. و قرآن معنا میکند، به ما مفهوم ارائه میکند. لم یلد و لم یولد، چیزی که واحد باشد ولی احد نباشد، تولید میکند، یا تولید شده است یا تولید میکند.
حالا اگر ما بخواهیم در اصطلاح خاص زبان عربی خودمون رو محدود بکنیم و بگوییم که اصطلاح تولید در ولادت و والد و مولود، یعنی تولید کننده و تولید شونده یا پدر و پسر یا مادر و فرزند برمیگرده و خلاصه میشه، باز هم من فکر میکنم که تعریف و ترجمه این آیه رو محدود کردیم و درست به نظر نمیرسه، انصاف هم نیست. چون ما میگوییم خیلی خوب، خدا ممکن است که پدر نداشته باشد، مادر نداشته باشد و نه از کسی به وجود آمده باشد، نه بتواند که کسی رو به وجود بیاورد. ممکن است این معناها در جاهای دیگه درست باشه، ولی ما راجع به تولید و تولد صحبت نمی کنیم. ما فقط راجع به تولید صحبت می کنیم، یعنی یک کمی شاملتر به ترجمه این آیه می پردازیم که خدا نه تولید شده است و نه تولید می کند. درخت که آدم نیست که زایش بکند، وضع حمل بکند، بچه بزاید، ولی درخت می تواند که مولود باشد، می تواند والد باشد. یعنی چه؟ یعنی یک درخت سیب از یک دانه سیب شروع می شود و این تبدیل به یک درخت می شود. این درخت خودش مولود اون تخم سیب هست. اما همین درختی که مولود اون تخم سیب هست، والد سیب های دیگری است که به عنوان میوه از او تولید می شه. و این رو میتونیم در جامعه بشریت و همینطور در جامعه جمادات، نباتات و حیوانات آزمایش کنیم. جماد هم تولید میکنه. مثلا شما کلور و سدیم رو وقتی که با هم ترکیب کنید، ترکیب شیمیایی، نمک طعام به وجود میاد. یعنی شما از دو والد، والدین، یک مولود به وجود می آورید. یعنی از جمع دو والد و ترکیب دو والد تولید یک موجود سومی رو می کنید که از اونها به وجود آمده. شما برای شناخت نمک طعام او رو تجزیه می کنید، به کلر و سدیم می رسید، می فهمید که اصلیت این نمک در چه بوده است، به ذات او پی می برید. ما وقتی یک کسی رو میبینیم میخواییم بفهمیم که پدر او چه کسی بوده است. میگوین این پسر شبیه پدر خودش هست. بنابراین یک تصوری از پدر او داریم. حالا پدر او 50 سال پیش مرده، ولی ما میتوانیم پدر او رو در ذهن خودمون زنده کنیم و از تشبیهی که با پسر خود داره او رو شناسایی کنیم. یا اینکه این شخص رو که میخواییم شناسایی بکنیم از طریق پسر شناسایی میکنیم یا از طریق پدرش شناساییش میکنیم. شباهت در این کار وجود داره. در مورد خدا چنین امری امکان ندارد. یعنی احد و صمد به این معناست که از احد و صمد چیزی تولید نمیشه و خود اونها مولود چیز دیگری نیستند. در اصطلاح کلی نه زاییده شده اند و نه میزاینده. نه کسی اونها رو زاییده است و نه اونها کسی رو میزایند. یعنی این تولید و تولد که یکی از ابزار مهم شناسایی و پی بردن تحلیلی به ذات یک شیء یا یک موضوع است، در این مورد یک دیوار جلوش نصب کرده قرآن که از این طریق شما نمیتوانید اون الله رو بشناسید، اللهی که احد است و صمد. چون شما نمی توانید احد رو بشناسید و نمی توانید صمد رو بشناسید، نمونه تشبیهی در عالم هستی برای صمد وجود ندارد، برای احد وجود ندارد. و بعد نقطه زردر و پایانی که قرآن برای همه ایام روی موضوع تشبیه و تمثیل و برخورد تجزیه‌ای و تحلیلی در شناخت ذات خدا از طریق تعریف احد و صمد
در پیش پای ما قرار می دهد که خیال همه را راحت می کند که هیچ کس دنبال پیدایش ذات خدا نگردد و لم یکن و هرگز نخواهد بود، نبوده است، نه الان هست، نخواهد بود. لهو برای او کفوان احد، هیچ شباهتی که کفایت کند تعریف احد رو، یعنی از حد توان نوع بشر، در نوع ما سخن میگوییم، در حد شعور نوع وقتی میگوییم یعنی هیچ انسانی در بعد انسان بودنش از این دایره محیطی نمیتواند خارج بشود. لم یکن، هرگز نمیشود هیچ چیزی دارای کفایت در شباهت به موضوع احد. احد عبارت است از نوعی از هستی و وجود که نمیتوان با تشبیه به ذات او پی برد. پاسخ این دوست محترم که گفته بودند که چگونه می شود که خدا اسم نداشته باشد، اگر خدا اسم ندارد پس الله اسم کیست، هنوز به پایان نرسیده. فرصت بدهید که به بخش دوم برنامه دقایق دیگر وارد بشویم و بعد از دقایق کوتاهی رفع خستگی به دنبال این بحث مهم بپردازیم و بعد بقیه برنامه رو اگر عمری بود ادامه بدهیم. با ما باشید.